در رابطه با تعلیق تفاهم نامه معافیت ویزه دیپلماتیک میان افغانستان و ترکیه بیشتر بحث میکنم با آقای ولی فروزان، آگاه رابط بین الملل، که از طریق خط اسکایپ از کانادا با ما وصل هستند. فروزان صاحب، شما را به بحث خوش آمدید. میگم چه مورد باعث شده که معافیت ویزه دیپلماتیک میان کابل و انقره در حال حاضر به تعلیق در بیاید؟ سلام به شما. خب چندین موضوع بوده میتونه، مثلا یکی خو کشمکش های سیاسی که در جهان در جریان است. ترکیه را شما میفهمین که یک نقش عضو ناتو است، اما بعضی وقتها کارای میکنه که حتی ناتو هم او را تقریبا تایید نمیکنه. بعضی پالیسی های ترکیه را، مثلا خریداری همو سیستم دفاعی از روسیه و بعضی مسائل دیگه. ترکیه یک کشور است که این نوع ثبات سیاسی در اوجه فعلا وجود نداره، چرا در اتر یک وضعیت که جهان قرار داره، ممکن است که حتی خود ناتو در یک مرحله وارد یک اقدام علیه ترکیه تا امکان داره شود، در اگر یک جنگ جهانی سوم طور مثال اگر صورت میگیره. دیگه بعضی پالیسی های ترکیه را خیلی قابل پیش بینی نیست، اما در مورد پاسپورت ممکن است در مورد ویزه دیپلماتیک به خاطر از اینکه رفت آمد یک تعداد اعضای حکومت قبلی جمهوری اسلامی خیلی زیاد است با استفاده از ویزه های دیپلماتیک کونا دارن، پاسپورت های دیپلماتیک دارن، میرن به ایران سفر میکنن، به تاجیکستان سفر میکنن و به کشورهای مختلف سفر میکنن. یکی ممکن است که دلیلش ای باشه که از کنترل داشته باشن بالای اونا، چرا پالیسی فعلی ترکیه ایسته که یا حق فعالیت های سیاسی را ندارن، اما با استفاده از ای ویزه و پاسپورت دیپلماتیک اینا تانستن تا حالا سفرهای خود را انجام بتن. و در این زمان حکومت فعلی افغانستان هم به رسمیت نمیشناسن و ای خود اعضای طالبان بعضی وقتها سفرهای کردن با استفاده از پاسپورت های دیپلماتیک به ترکیه. فکر میکنم بالای اردوی از این گروه میخواید کنترل داشته باشه، به خاطر تغییرات را که آوردن ممکن است دلیلش همین باشه. چه فکر میکنین که آیا همچون تصمیمات روی روابط دو کشور و روی روابط ترکیه و حکومت سرپرست افغانستان هم تأثیر میتونه داشته باشه یا خیر؟ بله حتما تأثیر می داشته باشه، به خاطر از این که قسمی که پیشتر گفتم طالبان مقامات بلند پایشان سفر کرده چندین بار به ترکیه با استفاده از پاسپورت های دیپلماتیک، گرچه که اقدام دیگر کشورها قبلا کردن، مثلا تا چین و چند کشور دیگه هم اقدام کردن که پاسپورت های دیپلماتیک هم قراردادش لغو کردن، اما بعد از تقریبا حدود 2.5-3 سال این کار کردن، یک قسم خیلی قابل جای تعجب است که یک بار چرا یک کشور باید این کار کنه. اگر ترکیه این کار کردنی بود در موقع که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان فرو پاشیده بود، در موقع باید مثل چین و کشورهای دیگه در موقع اگر اقدام میکرد قدر مسئله مهم نبودم، اما فعلا من فکر میکنم که تاثیر گذار است بالای روابط افغانستان و ترکیه. ترکیه از جمله کشورهایی است که حضور دیپلماتیک در افغانستان از آغاز تحولات سیاسی داشته و همواره تاکید کرده که نمیخواد از افغانستان بیرون شود. بحث قراردادهای بزرگ با این کشور نیز مطرح است، از بحث معادن گرفته تا مدیریت میدانهای هوایی افغانستان. چه چیزهای ترکیه را به افغانستان علاقمند می سازه؟ خب ترکیه خو یک نقش تاریخی در افغانستان داشته، تا اردوی افغانستان در یک زمان توسط ترکا به یک شکل نهادینه شده بود. بعضی اصلاحات که ما حتی داریم در اردو، در ارتش، مثل قروانه، قاغوش و نظام قراول، تمام اصطلاحات ترکیه است. روابط بسیار نزدیک داشتن در دوران امان‌الله خان، مثلا الگوگیری شده بود که از نظامی که مصطفی کمال اتاترک را به میان آورده بود که در افغانستان امان‌الله خان میخواستم اونطور یک نظام را عملی بسازه.
و ما شما نقششان در جریان 20 سال گذشته در دوران جمهوریت دیدیم که فعالیت های زیاد داشتن از طریق ناتو و از طریق خود ترکیه هم مکاتب بود. فعلا هم در زمان طالبان میخواستن که قراردادهای را در قبال میدان های هوایی و بعض امنیت میدان های هوایی بگیرن. روابطشان فکر نمیکنه که به سطح دیپلماتیک زیاد تاثیر گذار باشه در قراردادها و این مسائل، اما یک مانعی است، چرا خود کارمندای سفارت ترکیه هم باید به ویزا حالا اپلای کنن وقتی که افغانستان میاد. بله. نمیشه که اینا اوتومات با پاسپورت دیپلماتیک سفر کنن. سپاسگزارم آقای فروزان از اینکه در بحث با ما بودین.